زن مردم به چه مجوزیه؟ هر کس که منو قبول نداره باید کتک بخوره. جمع شده؟ سومین سال روز درگذشت آیت الله منتظری، روحانی منتقد حکومت و از حامیان جنبش اعتراضی پس از انتخابات خرداد 88. کسی که سرکوب معترضان و اعتراف گیری از متهمان زیر شکنجه را حرام دانست و ولایت کسی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارد را جائرانه و مردود شمرد. کسی که برای نخستین بار قتل‌های سال 67 زندانیان سیاسی به دستور آیت الله خمینی را افشا و محکوم کرد. خانواده‌اش می‌گویند که در طول این 3 سال فشارهای حکومتی بر آنها آنچنان افزایش یافته که در عمل حق برگزاری مراسم سالگرد او را هم ندارند. دفترش پس از درگذشتش پلمب شده و حتی اتاقی در خانه‌اش که برای جواب دادن به مراجعین اختصاص داده شده بود هم پلمب شده. کتاب‌هایش هم اجازه چاپ ندارند. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، که در آستانه فرارسیدن سومین سال روز درگذشت پدرش به دادگاه ویژه روحانیت قم هم احضار شده، به سایت جرس گفته که حکومت می‌خواهد نام پدرش را برای همیشه پاک کند. مجتهدی که مراسم تشییع جنازه و دفنش به تجمعاتی در اعتراض به سرکوب‌های حکومتی تبدیل شد. از زمانی که آیت الله منتظری چندی پیش از وفات آیت الله خمینی از جمله به خاطر اعتراضش به کشتار زندانیان سیاسی از قائم مقامی رهبری کنار گذاشته شد، نیستیشون در حد مرجعیت، حقم نداره فتوا بده، بیرون در وسیع. بنابراین مرجعیت شیعه رو مبتذل کردن، بچگانش کردن با 4 تا بچه اطلاعاتی که راه انداختن. تا زمانی که این سخنان معروف را در انتقاد از آیت الله خامنه‌ای دومین رهبر جمهوری اسلامی بیان داشت و تا آخرین لحظات زندگیش همیشه مورد خشم حکومت و هوادارانش قرار داشت، از حصر خانگی و تخریب و تعطیلی حسینیش گرفته تا بازداشت فرزندان و نزدیکانش و توهین‌های مکرر در رسانه‌های حکومتی. بسیج یعنی بسیج در راه خدا، نه بسیج در راه شیطان. هر کار گفتم بکن. آیت الله منتظری جدا از انتقادهای صریح سیاسی و مخالفتش با حاکمان جمهوری اسلامی، دیدگاه‌هایی بعضن در تضاد با مراجع سنتی شیعه هم داشت. از جمله بهایان را دارای حقوق شهروندی دانست و از دست دادن مردان با زنان در جایی که زنان دست دادن را بی احترامی به خود می دانند حمایت کرد. کوروش صحتی، صدای آمریکا.